الله اکبر. من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب ان یحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنه الله الدائم على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين امين يا رب العالمين. قال الله العظيم في محكم كتابه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم واستعينوا بالصبر والصلاه وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. آیه 45 سوره مبارکه بقره که پروردگار متعال می‌فرماید که وَسْتَعِينُوا یعنی بیاری بجوئید از خدای تعالی به واسطه صبر و نماز. و نماز امری بسیار دشوار هست مگر برای خاشعین که کسانی هستند که خشوع در مقابل خدای تعالی دارن و به عبارتی بیمناکان از پروردگار متعال هست. این جلسه رو با سؤالی آغاز میکنیم تحت عنوان موضوع بحثمون که نماز مهمترین عبادت در بین عبادات در اسلام هست و اون سوال این هستش که آیا نماز که مهمترین عبادت در اسلام هست اولین چیزی است که در قبر و برزخ و قیامت از اون سوال میشه؟ این سوالی است که باید بهش پاسخ داده بشه. چرا حالا این سوال رو مطرح میکنیم؟ برای اینکه در ذهن بسیاری از متدینین ما، خطبای ما، سخنرانان ما، بعضی از پژوهشگران خوب ما، خانوم ها و آقایون، این سوال پاسخش به این صورت در ذهن نورانی بزرگواران هست که ما اگر از دنیا بریم در قبر یا در برزخ یا در قیامت حسب بعضی از احادیث که ذکر می شود اولین چیزی که از انسان سوال می شود نمازه. احادیثی هم که بهش اتکا میشه این مطلبی که الان عرض کردیم، این احادیث رو اول می خونیم بعد پاسخ این سوال رو میدیم، میریم سراغ موارد دیگر بحثمون که این جلسه باید مطرح کنیم پیرامون نماز. اون احادیثی که بین عزیزان مطرح هست، مهمترین حدیثش این بیان پیامبر رحمت هست
که فارسیشو من برای شما میخونم. این حدیث در صفحه 3101 میزان الحکمه هم ذکر شده به صورت عربی و ترجمه فارسیش، که از قول پیامبر رحمت نقل شده و حدیثش هم معتبر و صحیح هست، که حضرت می‌فرمایند در روز قیامت نخستین عمل بنده که به آن رسیدگی می‌شود نماز است. اگر پذیرفته شد به سایر اعمال رسیدگی می‌شود و اگر پذیرفته نشد به هیچ یک از اعمال دیگر او رسیدگی نمی‌شود. یعنی همون جمله عربی مشهوری که شما خیلیاتون حفظید که ان قبلت قبل ما سواها و ان ردت رد ما سواها. خب از این دست احادیث ما داریم در کتب حدیثیمون و در کتب رواییمون داریم، که تقریبا میتونیم بگیم همشون هم معتبر و صحیح هست و سلسله سند این احادیث یا به پیامبر یا به ائمه گرامی صلوات الله علیهم اجمعین میرسه. اما حالا چی باعث شده که در ذهن نورانی خیلی از عزیزان این مطلب باشه که در قیامت اولین چیزی که مورد سوال قرار میگیره از شخص بعد از محشور شدنش، یا در قبر اولین چیزی که از اون مورد سوال قرار میگیره و سوال میشه این هست که آقا نماز داری یا نداری، و اگر نمازش صحیح بود اعمال دیگه قبول میشه و اگه نمازش رد شد اعمال دیگه رد میشه. این حالا چی تو ذهنش اومده؟ شاید همین احادیثی که این بزرگواران خوندن بدون اینکه به احادیث و روایات دیگه و آیات دیگه نگاه کرده باشن، و متاسفانه بعضی از سخنرانان هم این گونه تلقین کردن که در ذهن اینا مونده، قطعا باید همین طور باشه. لکن اگر دقت بکنیم در این احادیث شریف و احادیث دیگر رو هم مد نظر داشته باشیم، خواهیم دید که اون چرا که بین ما مطرح هست، بعضن نه همه ما، که اولین چیز نمازه و سوال میشه به این سبکی که عرض کردیم، یعنی قبل از اینکه چیز دیگری سوال بشه، یعنی از طرف بپرسن اصلا چه کاره هستی، چه دین و آیینی داری، ازش نماز سوال بشه، یا اینکه فرد مسلمانی که میمیره قبل از اینکه چیز دیگری رو ازش سوال کنن از نمازش سوال کنن، نه این صحیح به نظر نمیرسه. حالا چرا صحیح به نظر نمیرسه؟ به دو دلیل. یکی این که اولا نماز یک عمل عبادی است. یعنی چی؟ یعنی کسی که نماز رو به جای میاره عابد هست، عبادت کننده است. نماز عبادته. عبادت برای چه کسی است؟ برای معبود، یعنی کسی که مورد عبادت واقع میشه و قرار میگیره. خب کسی که میخواد مورد عبادت قرار بگیره و عبادت بشه و عابدی که میخواد عبادت انجام بده، باید در مرحله اول معبود رو بشناسه، وگرنه برای کی داره نماز میخونه؟ برای چه کسی داره نماز رو به جای میاره؟ اگه من معبود رو نشناسم بگم من دارم نماز میخونم، بگن آقا برای کی نماز میخونی؟ میگه من نمیدونم، پدر مادرم به من گفتن وایس رو برو قبله بگو الله اکبر، اینا رو که ما میگیم بگو، کاریت نباشه، یه جایزم بهت میدیم. اگر کوچیک باشه، بچه کوچیکی باشه، مکلف نباشه، چه دختر چه پسر، خب این عمل ممکنه اشکال نداشته باشه، بچه تشویق میشه. ولی وقتی که دیگه به سن بلوغ و تکلیف شرعی رسیده، بدون این که ما معبود رو به او بشناسانیم، به این بگیم که بیا عبادت این معبود رو بکن به عنوان عابد، بدون این که معبود رو بشناسه، خب این چه فایده‌ای داره این نماز؟ به عبارت علمی نماز فرع شناسایی پروردگار متعال هست. مرحله اول شناخت مطرح هست، و عقلا هم این قبیحه که ما قبل از اینکه معبود رو بشناسیم بخوایم او رو عبادت بکنیم. ما که نمیشناسیمش که کی هست، چی هست، چگونه عبادتش بکنیم. چگونگی عبادت هم آموختیم، وقتی خودش رو نمیشناسیم چگونه بگیم قربتن الله 4 رکعت نماز ظهر به جا میارم؟
4 رکعت نماز عصر به جا میارم قربتن الالله. خب الالله قربتن الالله، الله باید شناخته بشه دیگه. حالا دقت بکنید در این احادیثی که توضیح اون احادیث دسته اول رو که یه دونه شما خوندیم، در واقع حدیثی رو که خوندیم گفتیم، احادیثی هم در این زمینه هست توضیح اونها رو میده. باز من رجوع میدم دوستانشون کتابی که در دسترس همه میتونه باشه و خیلی سلیس نوشته شده، همین میزان الحکمه است که همگان میتوانن رجوع کنن. اینکه به کافی بهار دیگران ما رجوع نمیدیم یه مقدار برای همه مشکل هست، ولی این کتاب در دسترس، میتونن همه مراجعه بکنن. در خود میزان الحکمه صفحه 3095 اونجا همه آدرس ها رو بیان کرده که از کجاها این احادیث رو نقل کرده. از امام صادق علیه السلام در پاسخ به این سوال که بهترین اعمال، دقت بفرمایید، بهترین اعمال بعد از معرفت به خدای تعالی، بعد از شناخت به خدای تعالی بهترین اعمال چیست؟ حضرت می‌فرماید بعد از معرفت به خدای تعالی هیچ چیزی با این نماز برابری نمی‌کند. این یک. حدیث دوم رو هم دقت بکنید. امام باقر علیه السلام باز در میزان الحکمه صفحه 3555 حضرت می‌فرماید که هیچ عملی جز با شناخت پذیرفته نشود. یعنی اول قبل از هر عملی باید شناخت باشه. باید ما وقتی می‌خوایم عملو به جا بیاریم باید بدونیم برای کی داریم به جا میاریم، برای چی داریم به جا میاریم. و برای همین گفتن که هر عملی با نیت باید همراه باشه، چه این نیت با زبان ادا بشه، تلفظ بشه، چه این که نه نیاز نیست زبانم این رو تلفظ کنه، در ذهن هم که مرور بشه که من دارم چی کار میکنم و الان میخوام که چه کار انجام بدم. فرمودن همه فقها که این کافیه، بدونم که من دارم این کار میکنم برای چی. شما 4 ساعت برید زیر دوش حمام بایستید، 4 ساعت فرض میکنیم بایستید، این دوش رو باز نگه دارید، تمام بدنتون رو برای 40 سال بشورید. وقتی میگیم 4 ساعته که بایسته دیگه، برای حتما میخواد برای 40 سال بدنشو بشوره دیگه. بگیم آقای بشورید بدنتون رو، پشت سر هم هی بشویید و بشویید و بشویید، بیایید بیرون. یکی به شما بگه آقا فلان غسل واجب رو انجام دادی، شما بگی که من چی نکردم که برای غسل، چیزی نگفتم برای غسل، تو ذهنم هم نبود، ولی کن خیلی خودم را شستم بیش از اندازه. 4 ساعت ایشون به شما بگه که آقا 3 دقیقش شما فقط میخواستی نیت بکنی که فلان غسل واجب، مثلا غسل مس میت رو انجام بدی، میخواستی 3 دقیقش نیت بکنی. بگه آقا من نیت نکردم، عوض 3 دقیقه 4 ساعت ایستادم. میگه هیچ فایده ای نداره، باید دوباره بری همون 3 دقیقه غسل رو انجام بدی ولی با نیت. نیت یعنی چی؟ یعنی شما بدونی برای چه کسی داری این کار رو انجام میدی. او از شما خواسته که این عبادت رو بکنی، چون خود غسل هم عبادته. و لذا امام باقر علیه السلام میفهمد که هیچ عملی جز با شناخت پذیرفته نمیشود و هیچ شناختی جز با عمل. چه جمله زیبایی است واقعا، حفظش هم خیلی ساده است. شناخت با عمل، عمل با شناخت، و هیچ شناختی جز با عمل. یعنی اگر من رفتم خیلی نماز خوندم بدون که بگم برای کی، میگم من همینجوری دیدم همه دارن میخوان وام خوندیم، میفهمد این به درد نمیخوره. من رفتم عرض به خدمتتون که در خداشناسی تحقیق کردم، معرفت الله کسب کردم، ولی به هم میگن نماز بخون، میگم نماز همون 2 رکعتیه که مولا علی خوند، ما که نمازمون نماز نیست بابا. آقا فلان عبادت دیگه، ما این عبادت همون آخه، ما فقط خدا رو شناختیم، فقط خدا میدونه که دل من پاک پاک، انقدر پاک که نگو. حضرت میفهمد که هیچ شناختی جز با عمل پذیرفته نشود. یعنی در کنار شناخت قلب پاک و دل پاک و روده پاک و کبد پاک و کلیه پاک و عرض به خدمتتون این که قسمت ها عواز اعضا جوارد یه معده پاک و اینو به داد نمیخوره که، شناخت بلا فاصله باید عمل انجام بگیره تا مورد پذیرش واقع بشه، به داد بخوره.
هر کس شناخت پیدا کند شناختش او را به عمل رهنمون می شود. خیلی جمله زیباییست، واقعا زیباست. و هر کس شناخت نداشته باشد او را عملی نباشد. یعنی اگر من عمل، نماز خوندم، روزه گرفتم، عمل انجام دادم بدون شناخت، به درد نمیخوره، هیچ فایده ای نداره. اگر من رفتم شناخت کسب کردم، معرفت الله کسب کردم، نماز خون نشدم، امام علیه السلام میفهمد قطعا شناختت به درد نمیخوره. یعنی مسیری که در شناخت رفتی مسیر درستی نبوده، تو خدای واقعی رو نشناختی. از اینجا چی در میاد مورد بحث ما؟ این هستش که اولین سؤالی که در قبر و برزخ و قیامت میشه از معرفت الله هست. احادیث دیگه هم داریم، آیات قرآن هم داریم. اول آقا شما چه اعتقادی داشتی؟ خانم شما چه اعتقادی داشتی؟ و چگونه این اعتقاد رو کسب کردی؟ حتی در بعضی از روایات در ذیل کلمه عرفه شما نگاه بکنید در احادیث، خواهید دید که این بیان رو داره که سوال میشه شما این اعتقاد رو از کجا آوردی؟ میگه من معرفتم به خدا اینه، خدای من اینه، معرفت و نبی این هست. میگوید از کجا این اعتقاد آوردی؟ میگه آقا من این اعتقاد دیدم، دوستانم هم همینا میگن، من گفتم. میگه ازت پذیرفته نیست. اصلا سوال بعدی راجع به نماز و اینها دیگه معنی نداره که ازش بپرسن، که وقتی اعتقاد به خدا نداره، نماز فرع بر شناسایی خداست، معنی نداره که ازش سوال دیگری بکنن. میگن یه وقتی یه بنده خدایی بود، این در زمانی که زنده بود هرچی بهش میگفتن آقا این نمازی هست، عبادتی هست، حمصی هست، حجابی هست، فلانی هست، اینها رو بهش میگفتن. میگه آقا اینا رو همه رو آخوندا در آوردن، باور نکنید، اینا رو خودشون در آوردن، دکون باز کردن برای شما. میگفتن آقا سوال در قبری هست، در قبر سوال میکنن از شما، اینها رو میپرسن، من ربک میگم فلان. میگو اینا رو اینا در آوردن آقا خوشم. تو قبر انسان مرده چی میفهمه این حرفا رو که بخوان ازش سوال بکنن؟ این مرد، یکی از دوستانش خوابش رو دید تو عالم خواب، گفت ای فلانی تو که مردی؟ گفت بله. گفتش که تو هی میگفتی اینا دروغه و اینا، اونجا چیکارت کردن؟ گفت من که گفتم تو دنیا دروغه، اینجا اومدم دیدی هیچ سوالی تو قبر و فلان اینو امان نکردم، من به تو هم گفتم اینا دروغه همه. گفت بعد چه معامله با تو کردن؟ گفت مستقیم من آوردن تو جهنم، دیگه سوال مالی هم ما نداشت، راحت یک صلواتی بفرستید. پس اگر کسی از ما سوال کرد که اولین سوالی که در قبر، برزخ و قیامت، صحرای محشر میشه چیه؟ معرفت الله، معرفت النبی، اعتقادات صحیحمون. بعد در عبادات اولین سوالی که میشه چیه؟ در رأس عبادات نماز هست. قبل از نماز از عبادات دیگر سوال نمی کنن. و جالبش اینجاست که اگر نماز که در رأس عباداته، بعد از معرفت الله، معرفت النبی، معرفت الامام که اعتقادات صحیحه، پرسیده شد، اگر این نماز پذیرفته شد، یعنی طرف نماز خون هست، نماز رو خونده، حالا نقایصی بوده توش و اینها، اون بحث دیگه است، حالا بحثش رو عرض خواهیم کرد. این میان ازش میپرسن حجی که واجب بوده چیکار کردی؟ چرا به جا نیوردی؟ زمانی که بعد میرفتی جبهه میجنگیدی چرا نرفتی؟ دلیلش چیه؟ چرا حجابت رعایت نکردی؟ چرا خمس مالتو ناقص دادی، کامل ندادی؟ ترسیدی از چی؟ و سوالهای دیگه. اون درسته، ولی اینکه اول سوال قبل از اعتقادات از نماز باشه، پس از این جلسه متوجه شدیم که این اصلا پاسخ ناصحیح و غلطی هست. قبل از اینکه از اعتقادات سوال کنن، از نماز سوال نمی کنن، چون نماز فرع بر شناسایی پروردگار متعال است. این یک سوال که خدمتتون عرض کردیم. در پایان پاسخی که به این سوال دادیم، این بحث کوتاه رو ببندیم، از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم هم حدیث رو عرض می‌کنیم خدمت شما، که این حدیث هم در همون میزان الحکمه صفحه 3093 هست. حضرت می‌فرمایند که لیکن اکثر و همک الصلاه فانها رأس الاسلام بعد الاقرار بالدین.
حضرت میفهمد باید بیشترین هم تو نماز باشه، یعنی بیشترین تلاشت رو باید بذاری رو نماز، زیرا نماز بعد از پذیرفتن دین در رأس اسلام است. اینم تأییدی است بر اون پاسخی که عرض کردی. سوال دومی مطرح هست و اون این هستش که از چه زمانی پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله نماز را مقرر فرمود و چگونه پروردگار آن حضرت را مأمور به انجام این کار کرد؟ نماز از چه زمانی اومده؟ خب ما اینو بحث کردیم که نماز در زمان پیغمبران گذشته از حضرت آدم علی نبینا و آلهی و علیه السلام از رو قرآن صحبت کردیم و یه دونم روایت خوندیم که تا زمان پیغمبر خاتم و تا قیامت این نماز هست، از اعمال عبادی است که همه پیغمبران مشترکاً داشتن. اما در مورد پیغمبر خاتم نماز از چه زمانی واجب شده بر مسلمان ها؟ حکمش از چه زمانی آمده؟ کیفیتش، کمیتش چه زمانی بر مردم و به چه صورتی واجب شده؟ کتابی دارد حضرت آیت الله العظمى سبحانی دامت افاضاتو، از محققین و مراجع عظام بزرگ جامعه تشیع که خداوند ایشون رو حفظ کنه و نگه داره برای همه جوانهای ما مخصوصا، به نام فروق ابدیت در صفحه 372 این کتاب ایشون میفرماید که قطعاً معراجی که در آن نمازهای یومیه واجب شده است پس از مرگ ابو طالب که در سال دهم بعثت بود اتفاق افتاده است، زیرا از مسلمیات حدیث و تاریخ این است که در شب معراج خدای تعالی دستور داده است که امت پیامبر هر شبانه روز 5 وعد نماز بخوانند. بعد ایشون ادامه میدن میفهمند از لابلای تاریخ چنین استفاده میشود که تا لحظه مرگ ابو طالب نماز واجب نشده بود، زیرا در لحظات مرگ وی سران قریش به حضور وی بار یافتند و از او درخواست کردند که کار آنها را با برادرزادهش یعنی پیامبر یکسره کند و او را از کردار خود باز دارد. پیامبر اکرم در آن محفل رو به سران کرد و گفت من از شما فقط یک چیز بیشتر نمیخواهم و آن این که تقولون لا اله الا الله و تخلعون ما تعبدون من دونه، یعنی بگید لا اله الا الله و رها کنید آن چرا که دارید میپرستید، یعنی بت‌ها رو. این کلمه را گفت و ابدا از نماز و فروع دیگر سخن نگفت و این خود گواه بر این است که در آن روز نماز واجب نشده بود، وگرنه ایمان مجرد از کردار در زمینه ای که عملی مانند نماز واجب شده بود بیفایده خواهد بود و معلوم است که وجوب نماز چندی قبل از هجرت اتفاق افتاده است. این فرمایش ایشونه. در هجرت که شما میدونید زمانی که پیغمبر از مکه به سمت مدینه هجرت کردند، در واقع 13 سال حضرت در مکه بودند، 10 سال در مدینه بودند. این 13 سالی که پیغمبر در مکه بودن هنوز تاریخ هجرت شکل نگرفته بود، یعنی میشد سال بعثت. 13 سالی که در مکه بودن 13 سالی است که از بعثت پیغمبر گذشته. خب سال دهم بعثت یعنی 10 سال از بعثت پیغمبر که گذشته بود، حضرت ابی طالب علیه السلام پدر امیرالمؤمنین سلام الله علیه از دنیا رفتن. معراج پیغمبر رو هم نوشتن که سال دهم بعثت بوده، یعنی 3 سال دیگه مونده بود که پیغمبر از مکه به سمت مدینه هجرت بکنه و تاریخ هجری شکل بگیره که الان میگیم 1433 1434 سال از هجرت پیغمبر گذشته. خب این تاریخ هجریه. تاریخ هجری از چه زمانی شکل گرفته؟ از زمانی که پیغمبر از مکه به سمت مدینه هجرت کردن، در مسیر تو اون غار رفتن و اون داستانهایی که پیش آمد. خب سال دهم بعثت یعنی 3 سال مانده
به هجرت تاریخی پیامبر اکرم و اون مبدأ تاریخ هجری در واقع 3 سال به اون تاریخ مونده، مسئله معراج صورت گرفته. معراج چی بوده؟ دقت بکنید، میخوایم این صحبت‌های این محقق عالی مقام رو از خارج توضیح بدیم و ببینیم که زمان وجوب نماز کی بوده. در 2 سوره راجع به معراج پیغمبر صحبت شده. یکی سوره اسراء هست که بعضیا اسراء میگن که اسراء فعل هست، اسراء سعیه چون اسم هست. یکی سوره مبارکه نجم هست. سوره مبارکه نجم جزئیات معراج رو به صورت بسیار تخصصی و کارشناسی بیان کرده. ما بحثی در آینده انشالله به یاری امام زمان علیه السلام خواهیم داشت به نام بحث معراج، که بحث کاملا عرض به خدمتتون که فنی و همچنین قرآنی، روایی، حدیثی و تاریخی و یه مقدارم از علوم روز میخواییم در کنارش قرار بدیم، که انشالله تحقیقاتش رو شروع کردیم که اونجا بتونیم تقدیم حضور عزیزان بکنیم. این قسمتش رو اینجا دقت داشته باشید. سوره مبارکه نجم به صورت کاملا فنی، این که میگم فنی، واژه فنی رو چرا اینجا به کار میبریم؟ برای اینکه وقتی میخواید سراغ معراج تو سوره مبارکه نجم برید، حواستون جمع باشه یه عده حرفای بی ربطی هم زدند که اینها در شأن پیغمبر و شأن خدای تعالی و شأن اسلام نیست و بعضیاش شاید در حد کفر هم باشه، یعنی نتونستن آیه رو بفهمن، به تفاصیلم متاسفانه بعضا مراجعه نکردن تو کتب خودشون. اینا بیشتر وقت تو دانشگاه ها این مطلب جریان داشته باشه. یکی هم سوره اسراء. سوره اسراء که اول معراج رو مشخص میکنه، سوره نجم ادامه معراج رو مشخص میکنه. معراج چی بوده؟ میگه یه شب پیغمبر تو خانه خواهر خودش نشسته بود، ظاهراً حالا بعضی روایات داره که در مسجد الحرام بود، چون خانه خواهرش هم نزدیک مسجد الحرام بود. همه اینا رو بهشون میگفتن مسجد الحرام، یعنی جزء مسجد الحرام میدونستن. اونجا نشسته بود. عرض به خدمتتون این که ظاهرا هم ماه مبارک رمضان بوده، سال 10 بعثت. حالا رو تاریخاش زیاد حساسیت نداریم، اصل معراج رو میخوام بیان کنیم. یه وقتی پیغمبر میخواست بره دیگه، آخر شب بود، مهمانیش انجام می‌خواست استراحت بکنه، اصلا پشت نماز بخونه استراحت بکنه، جبرئیل ناظر شد. گویا رسول الله، بله، سلام کرد، از جانب خدا سلام رسون، گفت خدای تعالی اراده کرده که شما امشب مهمان آسمانیان باشی. یعنی چی؟ حضرت جبرئیل علیه السلام عرضه داشت که می‌خوایم که شما رو با یک سفینه فضایی که از بهشت آمده، شما رو برداریم ببریمت آسمان‌ها، عرش خدای تعالی، جاهای دیگه فلان، همه این جاها رو می‌خوایم که خداوند اراده کرده که شما ببینی اینها رو. آسمان‌های هفت‌گانه رو پشت سر بگذاری، آخرین آسمان، عرش الهی، کرسی الهی، همه بهشت و دوزخ همه رو شما بازدید بکنی. ملائکه هم آمادن که شما بیاین سان ببینی. وسیله کو، وسیله از بهشت آمدن خیلی شبیه یکی از حیوانات و جانداران هم هست، ولی خیلی عجیب که این حیوان شبیه هست ولی کلن ساختارش از نظر فیزیکی فرق میکنه. اسم این وسیله چیه؟ براق. شما بنشینید اینجا، اول بریم بیت المقدس. حالا سال 10 بعثت هست، هنوز قبله کجا هست؟ بیت المقدسه. یعنی در واقع تا ما داریم میگیم هنوز قبله، یعنی هنوز نماز واجب نشده. اما دقت داشته باشید، در پرانتزی مطلب داشته باشید، پیغمبر یه نماز و عبادتی رو انجام میدادن قبل از اینکه نماز رسما واجب بشه و ابلاغ بشه. امیرالمومنین به اون حضرت اقتدا میکرد، حضرت خدیجه هم اقتدا میکردن. خب قبل از اینکه نماز واجب بشه به مسلمان ها، یه نماز خاصی رو انجام میدادن. یک صلواتی محبت کنید. اونجا مرکب براق آماده میشه، به پیغمبر بیان میشه که خداوند متعال اراده کرده شما اول بیای بیت المقدس، که فعلا تا چند سال دیگه قبله مسلمان ها هست تا قبله تعویض بشه. حضرت از اونجا سوار براق میشه. بسم الله الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الاقصى الذی بارکنا حوله من المسجد الاقصى الى المسجد الحرام الذی بارکنا حوله لنوریه من آیات.
اول سوره اسراء، اگر هم یه وقت کلمات پسی پیش من خوندم شما درستش بکنید. یعنی پاک و منزه از اون خدایی که پیغمبر رو از همین مسجد الحرام، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی برد با وسیله الهی بهشتی به سوی مسجد الاقصی بیت المقدس. چرا اونجا؟ اونجا مدفن بسیاری از پیغمبران هست و بسیاری از پیغمبران تو این مسجد الاقصی نماز خوندن، بسیار مسجد مقدسی است. اونجا بردن حضرت، مسجد الاقصی ایستادن، نماز خوندن، عبادتی مختصری انجام دادن. از مسجد الاقصی در سوره نجم میفهمد که حضرت رفتن برای آسمون ها. خب این خودش بحثی داره، مورد بحث نماز ما نیست. رفت حضرت برای عرش اعلی، آسمان ها رو همینطور پشت سر میگذاشت. به معراج عرض میکنم، فقط در یک جمله من بگم، چون بعضی ها وارد بحث معراج که میشن نکاتی رو توجه نمی کنن و لذا به مسیرهای چپ و راست میفتن. معراج بزرگترین معجزه پیغمبر هست و معجزه است، غیر معجزه نیست، بزرگترین معجزه پیغمبر هم هست. امروزه همین چند شب پیش که الان سال 1392 هجری شمسی هستیم، تلویزیون صدا و سیما اعلام میکرد که 800 میلیارد، حالا به شما بگید 800 میلیارد فقط ما کشف کردیم، شاید حدود 900 میلیارد، چون 800 میلیون هم اضافه کرده بود درش ادامش داشت. در این حدود ما تخمین زدیم که کره آسمانی داشته باشیم. بعد این کره ها هر کدوم چند برابر زمین هستن، چه فضایی رو اشغال کردن، بعد آسمان اول دوم با اون ترتیبی که هست. حالا هر کس بخواد رو آسمان های بحث کوتاهی داشته باشه و مطالعه داشته باشه، کتابی حضرت آیت الله فلسفی رحمت الله علیه داره به نام آیت الکرسی، قسمتی از این کتاب راجع به کرسی و عرش صحبت کرده. واقعا بگیرید بخونید ببینید اصلا چه خبره. و اینو از این جهت عرض میکنم، یه چیزی هم نیست که فقط شرعی بهش بخوایم بپردازیم، نه، یه چیز علمیه، یعنی فضاسو ما داریم نگاه میکنیم میبینیم به نام آیت الکرسی. بعد پیغمبر این سفینه رو سوار میشه، از مسجد الاقصی سفینه به صورت سفینه های فضایی که مستقیم میرن آسمان، همون گونه حضرت تشریف بردن آسمان. حالا اینجا زمان وجود داشته، زمان و فاکتور گرفتن، زمان اصلا برای حضرت حذف شده، این رو بحثه است که باید تو بحث معراج بحث بشه، خیلی بحث مهمی است. حضرت رفتن آسمان ها، شروع کردن به اونجا پیغمبران رو دیدار کردن، بازدید از همه پیغمبران کردن، حضرت موسی علیه السلام رو دیدن، حضرت عیسی علیه السلام رو دیدن، حضرات ابراهیم علیه السلام رو دیدن، حضرت آدم علیه السلام رو دیدن، همه رو دیدن، پیغمبران رو دیدن، با اینها مصافحه کردن، بهشت رو دیدن، دوزخ رو دیدن، عرش رو دیدن، کرسی رو دیدن، همه رو دیدن. بعدم نزدیک طلوع فجر پیغمبر دوباره با این مرکب برگشته بیت المقدس. از بیت المقدس برای اینکه فردا معراج رو میخواد تعریف بکنه، تو مسیر براق سرعت خودش رو کم کرده، خیلی آرام آمده که پیغمبر همه اون چرایی که میخواد، نشانه هایی که ایجاد بکنه که فردا برای این مشرکین قریش بگه که اینا زیر حرف نزنن، همه اون نشانه ها رو هم یادداشت برداری کرده تو ذهن نورانی خودش و کارهایی رو انجام ده که فردا بتونه به اینها مطالبو بگه که به چه دلیلی من رفتم معراج، که من پیغمبر دروغگویی نیستم. خب این کار انجام داده. یکی از مواردی که سال دهم بعثت در این معراج اتفاق افتاده، دو روایت کلی ما داریم، دقت بکنید. روایت اول این روایت هست، میگوید که حضرت در معراج اونجا وقتی رفت در موقعیتی قرار گرفت، نه در موقعیت مکانی، دقت بکنید، موقعیت مکانی نه، این اشتباهاتی است که بعضیا گرفتارش میشن، در یک موقعیتی که خدای تعالی خواست در جایی با پیغمبرش صحبت بکنه که هیچ یک از بندگان از ملائکه اونجا پا نگذاشته باشه. شما سوال میکنید چرا؟ جوابشو خود جبرئیل داده. پیغمبر فرمود که یا جبرئیل چرا تو هم نمیای؟
گو خدای تعالی میخواد اینجا با تو صحبت بکنه که هیچ کس پاشو اینجا نذاشته. یعنی این عظمت معنوی تو، شرافت تو رو میرسونه، بزرگواری تو رو میرسونه، خیلی مورد نظر پروردگار، خیلی دوستت داره. نه اینکه خدام اونجا باشه، نه، خدای تعالی در اون مکان که پیغمبرش قرار میگیره باهاش صحبت میکنه. اونجا چیکار میکنه؟ اونجا بیش از 50 رکعت نماز پیغمبر دستورشو میگیره، حسب روایت اول دستورشو میگیره. حضرت میاد از آسمان نزول میکنه، میاد در یک مراحلی قرار میگیره. حضرت موسی علیه السلام حضرت رو میبینه، سلام علیکی میکنن با هم دیگه. حضرت میفهمد که چه خبر، خدای تعالی چه به تو نازل کرد، چه به تو دستور داد. میفهمد که مثلا بیش از 50 رکعت نماز به من دستور داد. خب حضرت موسی علیه السلام میفهمد که من تجربه این کار رو داشتم، این 51 رکعت یا بیش از 50 رکعت نماز مردم انجام نمیدن، سختشونه، امت مشکلات ایجاد میشه براش، برگرد تخفیفی بگیر از پروردگار برای امتت. حضرت مجدد برمیگرده، مقداری تخفیف میگیره، دوباره حضرت موسی اون حضرت رو زیارت میکنه، دوباره به اون حضرت بیان میکنه که چه کردیم که اینقدر تخفیف گرفتم. حضرت موسی علیه السلام عرضه میداده که دوباره شما برگردید تخفیفی دیگه بگیرید. دو سه مرحله پیامبر میرن برمیگردن تخفیف میگیرن تا میشه نماز همین تعداد نمازی که ما در شبانه روز داریم میخونیم، یعنی 4 رکعت 4 رکعت 4 رکعت، یه 3 رکعت، 15 رکعت، یه 2 رکعت، 17 رکعت. این نماز واجب به 17 رکعت تقلیل پیدا میکنه که ما داریم میخونیم، به این مقدار تخفیف میگیرن. اینجا این روایت رو در چند کتاب معتبر شیعی این مطلب رو بیان کرده، اما انسان وقتی به این روایت نگاه میکنه یک مسائلی در ذهنش میاد که پیغمبری که افضل از همه پیغمبران هست، خاتم پیغمبران هست، خدای تعالی میخواد در جایی باهاش صحبت کنه که هیچ پیغمبری در اونجا با خدای تعالی صحبت نکرده، هیچ بشری پاش نرسیده، هیچ ملکی هم پاش نرسیده و موجودی هم پاش نرسیده، اونجا میخواد با این بزرگوار صحبت بکنه. خب خود پیغمبر میتونست تخفیف بگیره، نیازی نبود برگرده دوباره بره، 3 باره بره 4 باره بره، یا حضرت موسی بهش تذکر بده که امت چی ندارن. این پیغمبر رحمت هم هست، خودش هم در واقع آسانی رو برای این امت خواسته. حدیث دیگری هست که اون حدیث رو من برای شما میخونم، دقت بکنید، از امام باقر علیه الصلاه و السلام در کافی جلد 3 صفحه 482 و بعضی هم صفحه 489. یه وقت ممکنه چاپا فرق بکنه، شما رجوع بکنید به فروع کافی، رجوع بکنید باب الصلا و باب کیفیت صلا و رکعات نماز و اینها، اونجا میتونید پیدا بکنید. اینجا امام باقر علیه السلام میفرمایند که 10 رکعت از نمازهای روزانه، خوب دقت بکنید، که 2 رکعت نماز ظهره، 2 رکعت نماز عصره، 2 رکعت نماز صبح، 2 رکعت نماز مغرب و 2 رکعت نماز عشا. چند رکعت میشه؟ 10 رکعت. حضرت میفهمد این 10 رکعت از نمازهای روزانه، اینها در معراج بر پیغمبر واجب شده که برو اینها رو بر امتت بگو که این 10 رکعت نماز رو باید بخونن، این 10 رکعت واجبه. بعد حضرت میفهمد تو این 10 رکعت سهو و اشتباهی وجود نخواهد داشت، این 10 رکعت سهو و اشتباه نمیپذیره. حالا من توضیح عرض میکنم. بعد در حدیث خود حضرت توضیح میدن، یعنی هر کس در این 10 رکعت دوچار توهم شود نماز خود را میشکند و از سر میخواند. این 10 رکعت همان نماز فریضه ایست که خداوند عزوجل در قرآن مجید به مؤمنین دستور داده است. یعنی اون چرا که خدا در قرآن به مؤمنین دستور داده، این 10 رکعت نماز. بعد ادامه حدیث حضرت می‌فرماید خداوند تبارک و تعالی مراسم و تشریفات نماز را به پیامبرش واگذار فرمود، یعنی نبی مکرم صلی الله علیه و سلم واگذار فرمود. اینو بهش ما چی میگیم؟ تو بحث ولایت فقیه هم بحث کردیم، به این میگن ولایت تشریعی،
یعنی چیزی که کاری که پیغمبر خودش با اجازه قبلی خدا میتوانه انجام بده و هر کاری که پیغمبر بکنه همون کار خدای تعالی است و هر دستوری بده دستور خدای تعالی است. من یطع الرسول، هر کس از پیغمبر اطاعت بکنه فقط اطاع الله، قطعا از خدای تعالی اطاعت کرده. این آیه قرآنه. خدای تعالی به پیغمبر فرمود که این 10 رکعت رو من واجب کردم، بقیهش هر مقداری که تو صلاح میدونی بر امتت خودت اینها رو در نظر بگی و براشون واجب کن. حضرت یعنی خود پیامبر 7 رکعت بر این 10 رکعت میافزایه، 2 رکعت به نماز ظهر میافزایه، 2 رکعت به نماز عصر، 1 رکعت به نماز مغرب، 2 رکعت به نماز عشاء. نماز صبح هم همون نماز 2 رکعت باقی میمونه. اون چرا که خداوند متعال 10 رکعتی که اصل نماز رو واجب کرد، یادتون باشه یا حفظ کنید یا بنویسید، بهش میگن، عرض به خدمتتون که فرض الله، یعنی واجب الهی. اونی که پیغمبر اضافه میکنه با ولایت تشریعی که داره حضرت خدای تعالی بهش داده، اونو بهش میگن فرض النبی. فرض النبی رو بهش میگن سنت نبوی، یعنی سنت پیغمبر. بعد حضرت میفهمد و پیامبر 7 رکعت بر این 10 رکعت افسود، ولذا این 7 رکعت به عنوان سنت تلقی میشود و واجبه مثل همون 10 رکعت اول. این 7 رکعت تلاوت قرآن ندارد و فقط با سبحان الله، لا اله الا الله، الله اکبر و نیایش و استغفار به پایان میرسد و اگر سهو و اشتباهی در آن رخ دهد قابل جبران و ترمیم خواهد بود. یعنی چی اینجا؟ منظور از سهو و اشتباه که من عرض کردم توضیح میدم یعنی اینه، شما بین وقتی نماز 2 رکعتی هست اگر شک بکنی 1 رکعت خوندی یا 2 رکعت خوندی در جا نمازت باطل، باید نمازتو بشکنی دوباره از سر نماز رو انجام بدی. دیگر مثل چی؟ دیگر مثل این که شما وقتی که واجبه، یعنی لا صلات الا بفاتحة الكتاب، هیچ نمازی بدون سوره فاتحة الكتاب نمیشه. یعنی شما بگو من میگم الله اکبر، شروع میکنم به نماز خوندن، میخوام به جای سوره هم تکراری شده برام میخوام یه سوره دیگه بخونم، میگه نمیتونی نمازت باطله. دقت بکنیم، میگه نمازت باطل، لا صلات الا بفاتحة الكتاب، یعنی نماز نیست مگر به سوره فاتحة الكتاب، نخونی عمدی و سهوی نمازت باطل هست. دیگه مثل چی؟ عرض کردیم که سهو و اشتباه حضرت میفهمند، یعنی اگر شما در رکعت سوم که فرض النبی هست، دقت بکنید، در رکعت سوم که فرض النبی هست و رکعت چهارم نمازهای ظهر و عصر و عشا که فرض النبیه، اگر شما خواستی تسبیحات اربعه که سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر میخونی، میگه آقا من نمیخوام تسبیحات اربعه میخونم، میگه سوره حمد هم میتونی به جاش بخونی، یا سوره حمد یا تسبیحات اربعه. اما در رکعت اول و دوم نماز شما به جای سوره حمد نمیتوانی تسبیحات اربعه بگی، ولی به جای تسبیحات اربعه میتونی سوره حمد عمدی بخونی، سهوی بخونی، هر کاری که خواستی بکنی، مشکل نداره، نماز صحیح. ولی به جای سوره حمد نمیتوانی تسبیحات اربعه بگی، اگر عمدن این کار کردی نمازت باطله. اینه که اون شک و شبهی که داره حضرت میفهمه از سهو و اشتباهی که میگه مربوط به این قضیه است و موارد دیگه که حالا رساله های عملیه ذکر کردن. بعد ادامه حدیث اینه، 6 رکعت آن مخصوص کسانی است که در حال سفر نباشند، یعنی 2 رکعت نماز عشاء ظهر عصر از بین میره در سفر، حذف میشه اگه کسی مسافر باشه. نماز مغرب، مغرب کامل باید خونده باشه 3 رکعتش، نماز صبح هم 2 رکعتش 2 رکعته. اون 6 رکعت مخصوص کسانی است که در حال سفر نباشند، یعنی 2 رکعت ظهر، 2 رکعت عصر و 2 رکعت عشاء و 1 رکعت آن همگانی است که در حال حضر و در حال سفر باید ادا شود تا رقم رکعت ها تاق شود. این
حدیثی از امام باقر علیه السلام در کتاب شریف کافی بود در پاسخ به این سوال که از چه زمانی نماز واجب شد؟ زمانی که پیغمبر سال دهم به معراج رفتن، تا قبل از سال دهم بعثت نماز بر امت اسلام واجب نشده بود. چگونگی وجوب نماز یعنی کیفیتش همینه که ما عرض کردیم. حالا ببینید دو حدیث رو هم من انشاءالله اگه فرصت باشه میخونم. علت وجوب نماز به عنوان یک عبادت. امام هشتم علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحیت و سنام سوالاتی رو حضرت پاسخ میفرماید. فردیست به نام محمد ابن سنان به اون حضرت نامه ای می نویسه، سوالاتی رو مطرح میکنه، حضرت در جواب او مرقوم میفرمایند. همانا علت وجوب نماز آن است که نماز اقرار به ربوبیت خداوند عزوجل است. چرا داریم از روی حدیث میخونیم؟ برای اینکه علت وجوب نماز رو من و شما نمیتونیم توضیح بدیم. ما بعضی وقتا میگیم نماز، آقا نماز برای چی واجب شده بر ما؟ یه میکروفون میگیرن جلو طرف همچین کنه، برای اینکه تشکر بکنیم از خدا. اگه ما از خودمون یه چیزی داریم فقط به درد خودمون میخوره. باید ببینیم اونی که از خاندان وحی با وحی با ماورا در تماس است، او علت این وجوب رو چی میدونه، نه اینکه ما از خودمون دراریم بگیم. اون وای که ما از خودمون در میاریم میگیم به درد خودمون فقط میخوره. حضرت میفرماید نماز اقرار به ربوبیت خداوند عزوجل است و نفی نظیر و شریک برای خداوند و ایستادن انسان در برابر خداوند با حال مذلت و مسکنت و فروتنی و خضوع و اعتراف به گناهان و نیز درخواست عفو از تقصیرات و برطرف ساختن آثار گناهانی است که شخص در گذشته مرتکب شده و صورت نهادن بر زمین است در هر روز به خاطر بزرگداشت خداوند جل جلاله. و دیگر اینکه نماز سبب می شود بنده پیوسته به یاد خدای تعالی باش، یعنی اگرچه خدای نکرده رفت گناهی مرتکب شد، وقتی میاد نماز، موقع نماز میرسه میخواد نماز بخونه، اجباراً هم که شده باید به یاد خدای تعالی باشه و او را فراموش نکند و تاقی و یاقی نباشد و با خشوع و تذلل و رغبت خواستار افزونی بهره خود در دین و دنیا باشد. و علاوه بر اینها انسان با نماز بر خود واجب می سازد که پیوسته و شبانه روز در مقام بندگی و به یاد خداوند تبارک و تعالی باشد و همین نماز گزاردن شخص در پیشگاه پروردگار پروردگارش و ایستادن در برابر خداوند، اینو دقت بکنی، بازدارنده او از ارتکاب گناهان است و او را از فسادهای گوناگون مانع می شود. این حدیث در علل و شرایع هست، در میزان الحکمه صفحه 3102 هستش. اینم عرض میکنم اگه فرصت شد من توضیح رو میدم خدمتون. از امام صادق علیه السلام سوال میشه که چرا نماز، سوال رو ببینید چی هست، اون موقع هم همین بساط بوده، چرا نماز با آن که مردم را از کار و رسیدن به مشکلات و نیازهایشان باز می دارد و باعث رنج و زحمت جسمی آنهاست واجب گردید؟ اینو یه نفر از امام صادق می برسه، مثل اونم یه آدم تنبلی مثل بنده بوده، میگه چرا این نماز که آدم با حوصله نداره، پشت باشی که با قضا خورده یا خسته از چی مدرسه اومده، از دانشگاه اومده، از محل کار تو محل کار میخواد باشه، چرا اینو خدا واجب کرد؟ حضرت فرمود چون اگر به صرف آمدن دین و وجود کتاب یعنی قرآن در میان مردم اکتفا میشد و عاملی نمی بود که یاد و خاطره پیامبر را در میانشان نگه دارد، به همان سرنوشت پیروان ادیان پیشین دچار می شدن. پیغمبرم آمده که این شریعت رو تا قیامت باید این شریعت شریعت نبوی باشه، یعنی دین که دین اسلام بوده، این شریعت تا روز قیامت باید شریعت نبوی باشه.
پیغمبر خاتمه دیگه. آنها نیز برای خود دینی و کتابی داشتند و عده ای را به سوی آیین خود فراخواندند و در راه آن با آنان جنگیدند، اما با رفتن آنها دین و آیینشان هم کهنه شد. از شریعت حضرت موسی علیه السلام یک مش مطالب تحریف شده دیگه هیچی باقی نمونده، از شریعت حضرت عیسی علیه السلام یه مش مطالب تحریف شده، چند میلیارد مسیحی که خودشون هم نمیدونن بالاخره چه انجیلی رو باید قبول بکنن و اون رو کتاب آسمانی خودشون بدونن، یکی دو تا سه تا تا پنج تا انجیل، چهار تا انجیل خودشون هم در اختلافن نمیدونن، اما مسلمان ها یک کتاب به نام قرآن دارن، یک نماز دارن. دقت بکنید، اما با رفتن آنها دین و آیینشان هم کهنه شد، چون نگه نتونستن، مردمش نگه نداشتن و از بین رفت. خدای تبارک و تعالی چنین خواست که پیغمبر خاتم، دقت بکنید که شریعتش باید تا قیامت باقی بمونه، مسلمون ها یعنی کسانی که میخوان شریعت نبوی رو عمل بکنن، نام و یاد محمد صلی الله علیه و سلم، و یاد دین او را از یاد نبرند. نماز به یاد آورنده نام پیغمبر، نام دین، نام خدای تعالی است. از این رو نماز را بر ایشان واجب فرمود تا روزی 5 مرتبه به یاد او باشند و نامش را به زبان آورند و نماز و یاد خدا از آنان خواسته شد تا مبادا از یاد خدا غافل شوند و فراموشش کنند و در نتیجه یاد و نامش محو شود. همون بلایی که به سر شریعت‌های گذشته اومد به سر این شریعت نبوی هم بیاد. اینم در میزان الحکمه صفحه 3103 مطرح کرد. نتیجه‌ای که از این دو حدیث می‌گیریم این هستش که نماز انقدر مهم و اساسی است که در معراج پیغمبر که یک سفر آسمانی بوده به عنوان مهمترین عمل عبادی از جانب خدای تعالی برای بشر در نظر گرفته شده و به پیغمبر رسما ابلاغ شده که تو الان باید بری و نماز رو واجب بکنی بر امت خودت. اگر عمل دیگه ای مافوق این عمل بود بعد از معرفت الله، معرفت النبی و اینها که عرض کردیم، اون عمل تو معراج به پیغمبر واجب میشد. اینقدر این نماز اهمیت داره. و اونجایی که شما سوره طه میخوانید که اقم الصلاه لذکری، نماز رو برپای دار به خاطر نام من، یعنی اگر کسی نماز خون نباشه نماز رو کنار بذاره محاله این حرف درست باشه که بگه من قلبم پاکه به یاد خدا، من همینجور به یاد خدام. این دو حدیث که ما خوندیم میگه 100% این فرد دروغ میگوید. نمیشه کسی نماز نخونه و به یاد خدای تعالی باشه، محال از محالات. حتی کسی نماز نخونه و بگه من به یاد پیغمبر و سید الشهدا هستم، اینم دروغ میگه. اون حرف درست و صحیح اینه که من اگر میخوام به یاد خدای تعالی، به یاد پیغمبر، به یاد امام زمان علیه السلام، به یاد سید الشهدا، به یاد ائمه طاهرین صلوات الله علیه اجمعین باشم، باید بعد از معرفت الله و معرفت النبی، معرفت الامام، مهمترین عمل که نماز هست رو باید انجام بدم. به نماز باید پایدار باشم، باید نماز رو بر پای بدارم. اگر من بیام نماز کنار بذارم، هر اون چی که بگم خودم رو پاره پاره بکنم، برم یه جایی فقط سرم رو تکون بگم، بدم یا علی بگم، امکان نداره یه دونه یا علی که هر ذکریش پیغمبر فرمود ذکر و علی ین عباده، بدون این که من نماز بخونم امکان نداره یه دونه یا علی در نامه عمل من ثبت شده باشه، اصلا قبول نمیشه. من نماز نمیخونم اما عوضش روزه هر چی دلت بخواد من میگیرم، اصلا قبول نمیشه. من نماز نمیخونم ولی 100 مدرسه ساختم، شدم جز خیر مدرسه ساز مثلا، اصلا قبول نمیشه. خدا قبول نمیکنه این مطلب. برای هر کی ساختی برو مزدشم از همون بگی، برای من اینکه ساختی من قبول نمیکنم. چرا؟ حضرت میفهمد باب
پروردگار میفهمد باب ورودی به این قضیه که اصلا من اعمال دیگه تو رو نگاه بهش بکنم اول نماز هست. نماز نماز نماز، صلات صلات صلات، فقط اول اگه نماز اجرا شد شما مدرسه بساز، بیمارستان بساز، درمانگاه بساز، مستمندین و زیر پوشش بگی، کارهای دیگه انجام بده. نماز نخوند، یک خط از اینها و یک حرف از اینها هم مورد قبول پروردگار نخواهد بود. این دو حدیث این رو به ما میفرماید. نماز یاد خدای تعالی است، نماز یاد امامان معصوم ماست، نماز یاد پیغمبر ماست که این همه زحمت کشته. کسی که این کارو نمیکنه، یعنی میخواد اگر به عمد این کارو نکنه بعدن حالا میگیم چه کیفری در انتظارش هست، میخواد یعنی نام همه اینها رو در واقع کنار بگذاره، اهمیت به پیغمبر نمیده، اهمیت به کسانی که زحمت کشتن دین رو دست به دست به ما رسوندن نمیده، اهمیت به خود خدای تعالی نمیده. پس نماز نخون یعنی کسی که هیچ اهمیتی برای خدای تعالی، برای یاد خدای تعالی، برای پیغمبر، برای یاد پیغمبر، برای یاد دین قائل نیست. این میشه آدم نماز نخون. پس نتیجه ای که میگیریم، آقایون جوانها، خانومها، آقایان دقت بکنید، الان ما بزرگترهایی رو داریم آقایون جوانها، این پیام آخر بحث ماست. طرف 60 سالشه 70 سالشه، جوانش به ما مراجعه میکنه، از ما درخواست میکنه نسخه ای بپیچیم به او بدیم که پدرش نماز بخونه. میگه پدرم در عمر 60 ساله خودش دو رکعت نماز نخوند. باور بکنید که هیچ کاری ما برای چنین شخصی، ما که هیچی بزرگتر از ما هم نخواهد تونست انجام بده، ما که کسی نیستیم، همون نسبت به شغلی که داریم دادیم عرض میکنیم. چرا نماز باید از جوانی پای ریزی بشه و شکل بگیره؟ اگر کسی گفت من مسلمانم شیعم از جوانی نماز نخون، دیگه سر 60 سالگی این نماز خون کردنش از کارهای بسیار بزرگ، کار یک پیغمبره، تصرف ولایی میخواد واقعا. مگر کسی توی کشور دیگه بوده مسلمان اصلا نیست، اومده اسلام آورده، که میان اسلام میارن میگه آقا چیکار کنم، میگه اینجوری بعد نماز بخونی، کم کم نماز خونش بکنی، طرف نماز خون بشه. این پیام اخلاقی این بحث رو داشته باشید. هر کاری میخواید راجع به نمازتون بکنید الان انجام بدید. نماز خوب که شبای دیگه صحبت میکنیم، الان باید پای ریزی بشه، باید اقامه بشه. نماز درست حسابی مقبول الان باید درست پای ریزی بشه. این حواستون باید جمع، وگرنه در پیری هیچ کاری برای نماز عبادت دیگه نمیتونید انجام بدید. اصلا فیزیک شما، فیزیک جسمانی شما اجازه چنین کاری رو هم به شما و ما نخواهد داد. سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات. آمین.